سلام به روی ماه همه زبان آموزان عزیزم امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه خیلی خوش اومدید به یک درس دیگه از سری دروس آموزش و زبان انگلیسی با کانال زبان دات. من مهناز هستم و تو این ویدیو قرار هست که دوازده فریزال به بسیار ضروری در زبان انگلیسی رو که به کمک فعل گو ساخته میشه رو یاد بگیریم اما شاید از خودتون بپرسید که اصلا فریزال ورب یعنی چی؟ اگر ورب میشه فعل، فریزال ورب چی هست؟ فریزال ها فعل هایی هستن که از یک فعل اصلی به همراه حرف اضافه و یا قیدی که بعد از اون قرار میگیره ساخته میشن. به عنوان مثال، فعل پایه go به معنای رفتن هست. اگر بعد از این فعل حروف اضافه ای مثل over و یا away یا along رو قرار بدیم و یا هر حرف اضافه یا قید دیگری رو دیگه معنای رفتن نداره و به کلی معناش تغییر میکنه و متفاوت میشه پس به این گروه از فعل ها در انگلیسی فریزا ورک گفته میشه که تعدادشون هم بسیار زیاد هست و بسیار هم پرکاربرد هستن خصوصا در مکالمه و سپیکینگ که ما در این جلسه دوازده تا از فریزال ورب های مهمی که با فعل پایه گو ساخته میشه رو بررسی میکنیم اما قبل از اینکه بریم و درسمون رو شروع بکنیم لطفا و حتما مطمئن بشید کانال ما رو سابسکرایب کردید و اگر این ویدیو رو دوست داشتید متشکر میشم برای حمایت از ما لایک بفرمایید اما فریزال ورب اول گو تو سلیپ به معنای خواب رفتن اگر در مورد اعضای بدنتون صحبت میکنید مثلا میگید پام خواب رفته دستم خواب رفته میتونید از این فریزاورب استفاده بکنیم مثال رو ببینیم My arm almost goes to sleep یعنی دستم almost اکثرا goes to sleep خواب میره مثلا میگید دست چپم اکثر اوقات خواب میره میخوابه گزگز میکنه یه چنین معانی میتونه داشته باشه فعل بعدی go together go together together به معنای با هم حالا go together به معنای به هم آمدن با هم جور بودن به عنوان مثال these colors don't go together these colors یعنی این رنگ ها dont go together به هم نمیان go out with go out with این فعل به معنای با کسی بودن با کسی رابطه داشتن روابط عاطفی و عاشقانه پس با کسی بودن با کسی رابطه داشتن به عنوان مثال she goes out with a frenchman she goes out with یعنی اون در ارتباطه یا رابطه داره with a Frenchman با یک مرد فرانسوی اما فریزاد ورب بعدی go on at somebody بعد از go اگر اینجا دقت بکنید دو تا حرف اضافه قرار گرفته go on at somebody به این نکته دقت بکنید somebody یعنی یک کسی یه شخصی زمانی که این فعل رو در جمله استفاده می کنید حواستون باشه به جای somebody باید از اسم یک شخص مثل پیتر روز یا هر اسم دیگری استفاده بکنید یا از زمیرهای مفعولی مثل می که در این جمله به کار رفته اما معنای این فعل به معنای گیر دادن نق زدن مثال رو ببینیم She's always going on at me یعنی اون مدام همیشه به من گیر میده نق میزنه پس به معنای گیر دادن و نق زدن اما فعل بعدی Go on a diet ببینید بعد از گو حرف اضافه آن استفاده شده Go on a diet یعنی رژیم گرفتن وقتی که یه رژیم غذایی خاصی میگیرید از این فعل استفاده میشه The doctor has told me to go on a diet یعنی دکتر به من گفته told از فعل تل میاد به معنای گفتن has told me به من گفته to go on a diet که رژیم بگیرم فعل بعدی go on a fast go on a fast به معنای روزه گرفتن مثال رو ببینیم Muslims go on a fast during the month of Ramadan Muslims یعنی مسلمان ها پس مسلمان ها روزه می گیرن during در طول the month of Ramadan در طول ماه رمضان مسلمان ها روزه می گیرن فعل بعدی go into a sock go into a sock ببینید into باز یک حرف اضافه است که بعد از فعل go قرار گرفته به معنای قهر کردن اخم کردن مثال رو ببینیم. پیتر goes into a sulk just like a kid پیتر goes into a sulk یعنی پیتر قهر میکنه اخم میکنه just like a kid درست مثل یک بچه kid به معنای بچه فعل بعدی go along go along به معنای پیش رفتن مثلا در مورد کارهاتون دارین صحبت میکنید و میخواهید بگید که اوضاع احوال کارها یا خوب پیش میره یا خوب پیش نمیره مثال رو ببینیم things are going along very well things یعنی امورات و کارها are going along پیش میره very well خیلی خوب پس کارها خیلی خوب پیش میره فعل بعدی go around with go around with به معنای معاشرت کردن با چرخیدن با حالا برای اینکه بهتر متوجه بشید مثال رو ببینیم Mary goes around with older men Mary یعنی ماری goes around with معاشرت میکنه میچرخه با older men با مردهای بزرگتر از خودش معاشرت میکنه و بنابراین معاشرت کردن با یا چرخیدن با و فعل بعدی go away go away به معنای جایی رفتن مسافرت رفتن مثال رو ببینیم are you going away this year یعنی اینکه آیا شما امسال مسافرت میرید امسال جایی میرید یک جمله سالی در زمان حال استمرار هست و دو فعل نهایی go over go over به معنای مرور کردن وقتی یه چیزی رو مرور میکنید اصطلاحا میشه go over he went over it again and again he went over it اگر دقت بکنید go over تبدیل شده به زمان گذشته go یک فعل بی قاعده هست و برای اینکه تبدیل بشه به زمان گذشته شکل فعل تغییر میکنه و به شکل went گفته میشه یا نوشته میشه he went over it یعنی اون مرور کرد در زمان گذشته مرور کرد it اون مسئله رو again and again بارها و بارها یعنی بارها اون مسئله رو مرور کرد و فعل آخر go back on one's word go back یعنی برگشتن word در لغت به معنای کلمه وقتی میگیم go back on one's word یعنی وقتی کسی زیر قولش میزنه و سر حرفش نمیمونه پس اصطلاحا میشه زیر قول زدن و سر حرف نموندن مثال رو ببینیم she won't go back on her words she won't go back یعنی اون زیر قولش نخواهد زد زیر قولش نمیزنه و دقت بکنید به جای وانز در حالت پایه باید از صفتهای ملکی استفاده بکنید مثل his, her, my, your و صفتهای ملکی دیگه این دو ویدیو که مرتبط با درس امروز هست و پیشنهاد میکنم حتما ببینید و اگر دوست داشتید کانال زبان رو سابسکرایب بکنید که از اینجا به بعد ویدئوهای بیشتری در زمینه آموزش زبان بتونید دریافت بکنید.